برنامه چشمانداز بازتاب دهنده نظریات تئوریک تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان دیرنیش است. تحرکات سیاسی و ابراز نظراتی که از سوی تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان دیرنیش در این برنامه بیان می شود، ریشه در بنیانهای تئوریک و فکری دارند که پیش از این تدوین شده و اکنون با توجه به تحولات و تغییراتی که در فضای سیاسی و معرفتی به وجود آمدن روز آمد شده و در معرض آزمون و آگاهی افکار عمومی و فعالین ملی آذربایجان و دیگر کنشگران سیاسی و فرهنگی قرار می گیرد. تردیدی نیست که بنیادهای فلسفی و تأملات تاریخی در گستره تجربه اندوزی از حرکت ملی آذربایجان، اندیشه ها و تشکیلات گرایی که رهنمون خردمندانه و واقع گرایی در تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان دیرنیش اینک و در شرایط فعلی به عرصه می آید. سودای حقانیت هویت ترکی را در سر داشته و بی پروا در خدمت تثبیت فرهنگ و سیاست مدرن است که آینده آذربایجان را در فضای دموکراتیک و در راستای تحقق فعالیت‌های مدنی و ملی در چشم‌انداز گرفته است. سیاست ورزی و حضور در عرصه‌های سیاست اجرایی و اعتراضی زمانی به بار می‌نشیند و بر اذهان و اعمال حکمرانی می‌کند که بهره‌ای از خرد ورزی و معرفت شناختی داشته باشد. بر این اساس طرح مفاهیمی چون حق تعیین سرنوشت، حق دفاع مشروع، ملت و ملیت خواهی، رواداری و تساهل و دیگر مفاهیم فکری و فلسفی که حکایتگر نهادینه کردن آنان در جامعه آذربایجان و تثبیت گرداندن در گفتمان و ادبیات سیاسی حرکت ملی آذربایجان را در بر می‌گیرد، از اولویت‌های تئوریک و فکری تشکیلات مقاومت ملی آذربایجان دیرنیش بوده و بنا به تشخیص ضرورت‌های گسترده همگانی سیاست امروز در دستور کار قرار گرفته است. بر پایه آنچه گفته شد، اینک می‌توان به تبیین حق تعیین سرنوشت و تشریح آن از دیدگاه تشکیلاتی پرداخته و محوریت آن را در مبارزات حرکت ملی آذربایجان برای دستیابی به حقوق طبیعی ترکان آذربایجان و مبنایی برای دیگر مفاهیم در گفتمان سیاسی مدرن به تعامل گذاشت. حق تعیین سرنوشت مفهوم حقوقی نوینی است که حول محور پدیده ملت و اداره جمعی سرزمینی می‌گردد. در اشاره به حق تعیین سرنوشت، مفاهیم سرزمین مشترک، عناصر فرهنگی مشترک نظیر زبان، مذهب، آداب و رسوم و تاریخ مشترک مؤلفه هایی هستند که با استناد به آنها می توان یک ملت را تعریف کرد. نکته محوری در این بحث وجود یک ملت با سابقه تاریخی و فرهنگی مشترک است. از این دیدگاه ملت در سخن از تعیین سرنوشت و موارد حقوقی اجرای آن بیشتر مفهومی، فرهنگی، هویتی است. اعمال حق تعیین سرنوشت به مانند سایر حقوق و آزادی های فردی و جمعی با چالش‌ها، محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های همراه است. نخستین ملاحظه در این رابطه اعمال این حق از طریق سازوکاری دموکراتیک و مشروع است. در واقع نمی‌توان مدعی این حق جمعی بود، اما به خواست یا اراده عمومی توجهی نداشت. به تعبیری دیگر پیگیری این حق جمعی تنها هنگامی مشروع و پذیرفتنی است که از حمایت معنادار ملت برخوردار بوده و آگاهی‌های لازم در این زمینه به ملت عرضه شده باشد. در این حال چنانچه بستر و زمینه مساعدی برای اعمال حق تعیین سرنوشت وجود داشته باشد، برگزاری همه پرسی بهترین شیوه بیان این اراده و خاص جمعی است. اعتبار همه پرسی ها هم به مانند اعتبار هر انتخابی به تحقق شرایط یا وجود معیارهای شفاف و تعریف شده بستگی دارد که در یک فضای آزاد و به دور از اعمال نظرهای سیاسی به وجود آمده باشد. در حقیقت همه پرسی های جدایی و استقلال دست کم مانند هر انتخاباتی باید منصفانه در شرایط آزاد و با نظارت مراجع و نهادهای معتبر بین المللی باشد. لازم است که تمامی نیروهای سیاسی موافق یا مخالف فرصت و امکان برابری برای طرح دیدگاه ها و آرای خود داشته باشند. از سوی دیگر لازم است که اعمال حق تعیین سرنوشت با حقوق و آزادی های دیگر شهروندان در تعارض قرار نگیرد. برای مثال اعمال حق تعیین سرنوشت نباید به تبعیض سازمان یافته یا تضییع حقوق سایر اقلیت‌ها منجر شود که در کنار اکثریت قومی زندگی می‌کنند. تصمیم گیری درباره زمان برگزاری همه پرسی‌ها یا تعویق آن هم بایستی در چارچوب سازوکاری دموکراتیک و مشروع باشد. تشکیلات سیاسی منتخبی که در انتخاباتی منصفانه و آزاد قدرت را در اختیار گرفته می تواند زمینه اجرایی چنین همه پرسی هایی را فراهم کند. در این رابطه می توان به تجربه های کشورهای کانادا،
بریتانیا، استرالیا، اسپانیا، سوئد و دانمارک اشاره کرد که در تحقق حق تعیین سرنوشت و اداره محلی از جمله کشورهایی هستند که با برخورداری از سنت دموکراتیک در مقاطعی خاص همه پرسی‌هایی برای استقلال یا جدایی بخش‌هایی از سرزمین خود برگزار کردند. از جمله آموزه‌های برگزاری این همه پرسی‌ها این است که همه پرسی استقلال یا جدایی تنها باید در همان منطقه‌ای برگزار شود که گرایش‌های استقلال طلبانه وجود دارد. بر پایه گزارش اشاره گونه‌ای که از حق تعیین سرنوشت در مبارزات ملی و مدنی ارائه شد، میتوان به اهمیت آن در میان فعالین ملی آذربایجان و گفتمان حرکت ملی آذربایجان آگاه شده و از آن به مانند هدفی استراتژیک سخن گفت. بر پایه تبیین مفهوم حق تعیین سرنوشت است که میتوان به تشریح جایگاه اساسی مفهوم همپیوسته آن یعنی حق دفاع مشروع پرداخت.